سلام. شاخص بین المللی فساد در سراسر جهان نشان داده است که این ظهورات بد در تاجیکستان در سال 2016 باز هم ریشه دوانیده است. بر اساس این شاخص که سازمان شفافیت بین الملل نشر کرد، تاجیکستان در سال 2015 هم در شاخص در مقام 150 هم قرار داشت، اما این سال سال گذشته سال 2016 یک زینه پایین آمده در مقام 151 هم قرار گرفت. رشوه‌خواری گسترده، ضعف مقامات در مبارزه با فساد، بی‌اعتمادی به مقامات از عامل‌های ریشه دوانیدن فساد نام برده شده است و در این باره صحبت داریم با سویتلانا ستویتسکا، نماینده سازمان شفافیت بین الملل که از طریق اسکایپ از برلین با ما پیوست. برای چی در تاجیکستان وضع بدتر شده است با وجود آنکه حکومت برنامه‌های نوی مبارزه با کروپسیا اجرا کرد و حتی یک نظرسنجی گسترده در باره فساد در کشور انجام داد؟ ما امروز شاخص میزان فساد در سال 2016 را نشر کردیم که تا چی حد به فساد آلوده بودن نهادهای دولتی را نشان می‌دهد. امسال نشان دهنده های تاجیکستان اندکی بدتر شدند. یعنی تاجیکستان یک خول کمتر گرفت و این نشان می دهد که مبارزه با کروپسیا بر رکود دچار شده است. طور شما هم گفتید، حکومت اعلان کرد که برای مبارزه با کروپسیا چاره های خوبی زیاده اندیشیده است، ولی با وجود این پیشرفت حاصل نمی شود. چرا؟ چون که این چاره ها بی ثمر بودند و در عموم در کشور بر ضد کروپسیا مبارزه بردن نمی شود. برای همین باید تحقیق کرد که چرا پیشرفت حاصل نمی شود و حکومت داخلدار تاجیکستان باید این مسئله را ببینند و مشغول کار شوند. و سال 2016 در تاجیکستان رئیسی آژانس مبارزه با کروپسیا را عوض کردند و فردی نوی آمد. به نظر شما او یا تمام این آژانس چی کار باید کنند تا به قول مقامات مبارزه با کروپسیا نتیجه بدهد؟ پیش از همه این نهاد و رئیس نو باید از نظر سیاسی مستقل باشند. باید وابسته رئیس جمهور، رهبران سیاسی و یا افراد ثروتمند نباشند. باید از نظر سیاسی مستقل و عادل باشند. منتظر می شویم ببینیم که رئیس نو آژانسی مبارزه با کروپسیا چی کار می کند و قدم های اولش چیگونه می شوند. این آژانس باید تحقیق کند که چرا چاره ها نتیجه ندادند، قانون های مربوطه را تحقیق کنند که چرا اجرا نمی شوند. بعد از این با جلب دیگران از جمله پارلمان برای مبارزه با کروپسیا دست و آستین برزنند. باید مردم عادی را هم به مبارزه جلب کنند و چیزی دیگری مهم این است که رهبری آژانسی نو نباید با هدف بالا بردن اعتبار خودش افراد علاهیده را هدف بگیرد، حتی اگر مقامات بلند پایه باشند. همه در نزد قانون برابرند. باید هدف مبارزه با فساد باشد، نه شکار افراد علاهیده. و امسال شما در گزارش به نابرابری بین مقامات و همچنین شهروندان عادی تمرکز کردید. همین تمایل به چی میتواند سبب بشود؟ نهایت عاقبتش چی خواهد بود؟ عاقبت های این ظهورات بسیار بد است. این دفعه ما گفتیم که فساد در نهادهای دولتی به نابرابری اجتماعی می رساند و باوری به ساختارهای دولتی و حکومت را از بین می برد و به سمت افراد شهرت طلب و یا پاپولیست روانه می کند. مردم به بیانیه های سیاست مداران شهرت طلب باور می کند. حالا در جهان این گونه تمایل دیده می شود که سیاست مداران و رئیس جمهوران پاپولیست به میدان آمدند و با بیانیه های پرسر و صدا به قدرت رسیدند، ولی هیچ کار نمی کنند. از جمله با بیانیه ها درباره مبارزه با فساد. طور معلوم نابرابری اجتماعی سبب قشقی تمام کشور و تمام نظام می شود. برای همین باید تاجیکستان سری مسئله مبارزه با کروپسیا و نابود کردن آن اندیشه کند. باز هم تکرار می کنم که رئیس نوی آژانسی باید از نظر سیاسی مستقل باشد و جامعه شهروندی و به خصوص خبرنگاران تحقیقاتی را به مبارزه با کروپسیا جلب کند، چون که آنها گاه گاه معلومات خوبی برای تحقیق می دهند. تشکر زیاد. سویتلانا ستویتسکایا، نماینده سازمان شفافیت بین الملل از برلین با ما صحبت می کرد.